عنوان این گفتارهای هفتگی من دانش، اندیشه، زبان است. امروز می‌خواهم کمی درباره چرایی این عنوان سخن بگویم. دانش و اندیشه و زبان سه بگرد یا سه کنسپتند که با هم پیوند تنگاتنگ دارند. هیچ یک بی دیگری ممکن نیست. دانش بی اندیشه امکان ندارد. همچنین اندیشه بی زبان ممکن نیست، چون با واژه ها یا درستر با بگرد ها می اندیشیم و نتیجه اندیشه با زبان بیان می شود. و دیگر اینکه زبان بی اندیشه یک رشته واژه بی ربط هذیانبار است. زبان تنها افزار اندیشیدن نیست، پایه اندیشیدن است. در زبان نارسا و آشفته اندیشه های بلند و روشدار پدید نمی آیند و اندیشمندان بزرگ بر نمی خیزند. مقصود از زبان تنها آن چیزی نیست که با واژه ها بیان می شود و ساختاری به نام نحو آنها را به هم پیوند می دهد و انسان ها آن را به دیسه گفتاری یا نوشتاری برای ارتباط های میان خود به کار می برند. زبان به طور عام هر وسیله است که انسان به یاری نشانه ها و نمادها از دایش ها یا اطلاعات رد و بدل می کند. با این تعریف مجموعه نشانه ها و حرکت هایی که کرولالان به یاری آنها با هم گفتگو می کنند هم زبان است. ریاضیات هم نوعی زبان است. زبان دانش های زاستاری، طبیعی یا فیزیکی است. پرسونترین زبان انسان است. زبان ریاضی گونه های بسیار دارد که از آن میان میتوان جبر، افماریک، در انگلیسی کلکیولس، تانسورها و نگری گروه ها را نام برد. تا سده 16 هم ریاضیات زبان ویژه‌ای نداشت، از همان زبان زاستاری یا عادی استفاده میکردند. توجه کنید که ریاضیدان بزرگی چون عمر خیام نشانه های اضافه، منها، ضرب و مساوی را نمی شناخت و معادله جبری را نه با دیسول ها یا فرمول هایی که امروزه به کار می بریم بلکه با زبان عادی بیان می کرد. چنین وضعی سد بزرگی بود برای پیشرفت ریاضیدان. نشانه های اضافه و منها در پایان سده 15 هم و نشانی ضرب در آغاز سده 17 هم در اروپا اختراع شدند. نخستین دیسول ها یعنی فرمول های ریاضی از آن نوع که امروزه می شناسیم را ریاضیدانان فرانسوی فرانسوا ویت و رنه دکارت در سده 16 هم ابداع کردند. هرچه زبان پرسونتر دقیق تر باشد اندیشه پربارتر است. زبان پرسون زبانی است که در آن هر یک از باریک مینوهای فکری با واژه خاصی نمایندگی می شود و کلیگویی جایی ندارد. این چنین است زبان یا ترمشناسی دانش های امروزین، چه دانش های فیزیکی چه دانش های انسانی. گفتم که در زبان پریشان اندیشه بزرگ پدید نمی آید. باروری اندیشه و پیشرفت فرهنگی به زبان توانا نیازمند است. زبانهای انگلیسی و فرانسه و آلمانی تا سده 15 هم 16 هم نه ادبیات و شعری قابل مقایسه با زبان فارسی داشتند و نه به طور کلی از توانایی چندانی برای بیان فلسفه و دانش برخوردار بودند. پس از نوزایش، رنسانس و با پیشرفت‌های بزرگی که در دانش‌های زاستاری و فلسفه و جهانبینی انسان اروپایی روی دادند، اندیشمندان باختری با کوشش‌های فردی و جمعی، با آفرینش بگردها و ترمها و دست بردن در نحو و نثر، این زبان‌ها را تواناتر و تواناتر کردند و به درجه توانمندی امروزینشان درآوردند. یکی از علتهای این که ما در زبان فارسی فیلسوف بزرگ نداریم کاستی های زبان فارسی است. اینجا و آنجا گاه در شعر شاعران فارسی جرقه هایی میبینیم که اگر با نثر توانایی پرورش میافتند و به بار میامدند میتوانستند بیانگر فلسفه ای باشند. و اصولا اینکه چرا در کشورهای اسلامی فلسفه رشد نکرده و فیلسوفان بزرگ پدید نیامده‌اند شرح دیگری دارد که در این گفتار کوتاه نمی گنجد. تنها اشاره کنم که فلسفه با ایمان اسلامی ناسازگار است،
چون ویژگی فلسفه شک درباره موضوعها و باورها و به زیر پرسش بردن آنهاست و این با آموزه‌های اسلامی جور در نمی‌آید. کوششی که اندیشمندانی چون ابوعلی سینا کردند برای سازگار کردن فلسفه که از یونانیان آموخته بودند با تفکر اسلامی، برخورد شدید متعصبان دیرداری چون امام محمد غزالی را برانگیخت. در نتیجه اندیشه فلسفی طرد شد و الهیات به جای آن نشست. شاید باور کردنی نباشد، ولی مهندس مهدی بازرگان در صدی بیستم همان سنت دشمنی با فلسفه را دنبال می کند. در کتاب راه طی شده می گوید در حالی که انبیا با صراحت و قوت تکلیف بشر را روشن می نمایند، فلاسفه شخص را از سادگی و صفای نظری در می آورند و به تاریکی حیرت و بدبینی نسبت به خلقت و حقیقت فرو می برند. اگر بخواهم درباره این بدآموزی ها که این تنها نمونه کوچکی است از آنهاست سخن بگویم، مثنوی صد من کاغذ خواهد شد. و شگفت است که گوینده این سخنان با اینکه مهندس است و چیزهایی از دانش فیزیک آموخته، گوهر و روح دانش فیزیک را که ابژکتیویته، آزاداندیشی، خردگرایی و رهایی از تاریک اندیشی است در نیافته است. درباره ناتوانی های زبان فارسی در بیان موضوع های پرسون علمی و فلسفی و علت های تاریخی آن میتوان ساعت ها سخن گفت. یکی از مهمترین علت ها تأثیر ویرانگر زبان عربی بر فارسی بوده است. در اینجا تنها به این نکته اشاره کنم که زبان سنتی فارسی، یعنی زبان شعر و ادبیات، برای بیان فلسفه و منطق و دانش‌های نوین، چه دانش‌های انسانی چه دانش‌های زاستاری، کافی نیست. در گذشته این تمثیل را به کار بردم، همانطور که با معماری سنتی یعنی خشت و کاگل نمیتوان آسمان خراش ساخت یا با سرهم کردن نردبان نمیتوان به کره ماه رفت، با زبان چند پهلوی سنتی هم که همه توانایی های ذاتی فارسی و زبان های ایرانی در واژه سازی را به کار نمیگیرد، نمیتوان ترم شناسی پرسون دانشی و فلسفی داشت. از این رو زبان فارسی به بازدیسی یا رفرم بنیادین نیاز دارد تا از این راه ایرانیان نرم افزار اندیشیدن خود را بهسازی کنند و با دید تازه‌ای به جهان بنگرند. اشاره هایی که من در این گفتارها درباره زبان دارم برای جلب توجه فارسی زبانان به لزوم بازدیسی زبان فارسی است. حال کمی هم به دانش بپردازیم. دانش آن است که در انگلیسی ساینس نام دارد و در عربی علم. در فارسی دانش از دانستن می آید و با جنبه های گوناگونی از دانستن پیوند دارد. دانش به تعبیری کنش رسیدن به دانسته است، همچنین چگونگی یا اندازه دانسته هاست. دانستن از ستاک دان می آید که در پوروا ایرانی زان بوده، همچنان که در اوستایی زان در فارسی کنونی هم باز مانده، در فرزانه به معنای بسیاردان، در بروچی زان، در کردی زان، زانین به معنای دانستن. دیسه دیگر دانستن شناختن است، یعنی دانستن و شناختن از یک ریشه اند. این واژه های ایرانی هم ریشه اند با یونانی گنوسیس، انگلیسی نو، انگلیسی کهن کنو، آلمانی کنن دانستن، کنن توانستن، انگلیسی کن توانستن. دانش همچنین در برابر نادانی قرار میگیرد. نادان یعنی کسی که نمیداند، ولی این امری است نسبی، چون میتوان در زمینه دانش داشت و در زمینه دیگر نادان بود. نادان بودن میتواند صادقانه باشد، زیرا بسیاری چیزها هستند که نمیدانیم، میتوانیم بیاموزیم. ولی نادانی همچنین میتواند گزینشی و خواسته باشد. کسانی هستند که به سبب پیش‌داوری، ایدئولوژی، باورهای دینی یا منفعت شخصی چشم خود را بر واقعیت‌ها می‌بندند و نمی‌خواهند بدانند، یا می‌دانند و خود را به نادانی می‌زنند. بیشتر فاجعه‌های اجتماعی در طول تاریخ به ویژه در عصر کنونی از این گونه نادانی‌ها سرچشمه گرفتند. در این گفتارها من بیشتر درباره دانش‌های زاستاری یا طبیعی سخن می‌گویم.
دانش‌های زاستاری بر دو پایه قرار دارند: نپاهش ابسرواسیون و نگره تئوری. از نپاهش‌ها نگره ساخته می‌شود. هر نگره‌ای پذیرفتنی نیست، باید از محک نپاهش و آزمایش بگذرد تا درستی یا نادرستی آن تعیین شود. جهانبینی کنونی ما سخت وامدار دانش‌های زاستاری است. در دانش‌های زاستاری چیزی که با نپاهش و آزمایش ثابت نشود پذیرفتنی نیست، حتی اگر بزرگترین دانشمندان آن را گفته باشند. هیچ کس تقدس ندارد و همه انتقاد پذیرند و می‌توانند اشتباه کنند. همه حقیقت در گذشته نوشته نشده، ما آن را کم کم و گام به گام با کوشش و اندیشه کشف می‌کنیم. و این برخلاف اندیشه دینی است که حقیقت زمانی در گذشته دور یک بار برای همیشه توسط مقدسان اعلام شده است، آن هم در زمانی که آگاهی های انسان بسیار کم بوده است. دانش های زاستاری افزارهای اصلی مبارزه با تاریک اندیشی و خرافاتند. خرافات دینی و خرافات ایدئولوژی. خرافات دینی مانند این باور که انسان از آغاز پیدایش به این شکل بوده: هستی در شش روز آفریده شده و زمین مرکز گیتی است. خرافات ایدئولوژیک مانند این که نژادی بر نژادی برتری دارد. دانش امروز به ما می‌آموزد که تصور نژاد بی‌پایه است. تفاوت‌های ظاهری شکل انسان که زاییده شرایط محیطی بودند کوچکترین تأثیری بر نحوه اندیشه انسان ندارند. خرافات ایدئولوژیک فراوانند. از آن میان خرافات مارکسیستی درباره ماتریالیسم تاریخی. ولی وقت امروز ما به پایان رسید. در گذشته گفتاری را به ماتریالیسم تاریخی اختصاص داد.